کیهان. آخرین خبر روز کیهان. آی روز نمه چی؟ بله بیش بینیم ببرم کیهان. چطه؟ آقا اگه ای داره روز نومه خون شدی؟ باید فکر کجاست میخواد ببینه بلکه عموش مرده ارسی مرسی چیزی بشه ببینم احمد آقا از ارباب خبری شد یا نه؟ چطه بگه؟ تو هیچ خبر مبری ازش نداری؟ چطه؟ آخه هیچ وقت اینقدر طولش نمیداد ارباب گرگ بارون دیده است اصلا تیکه میکه به طور زده خدا رحمتش کنه بس اینکه غزل خدافزی رو خونده عکسش اینجاست ناکه صرف نامربوط نزن ممکن عکسش واسه چیز دیگه چاپ کرده باشه مرد حسابی من که خودم در نیوردم این تو نوشته آخه نفلته که اکابر نرفتی سواد بخونی بده بینم بیا تا بخون ببینم چی نوشته سقوط اتومبیل آره اینجا اینطوری نوشته بیچاره زنش برم یه سری بهش بزنم ببینم خبر داری یا نه باد آقا دیدی طرف یهو جوش آورد آره حالا این کجا میره خونه ارباب بالاخره واسه بگه که ما بریم میگم چطوره ما هم بریم بعد نگفتی بریم یه سر سلامتی بگی نه کس مثل این که باباش بود آره تفلی باد آقا باد آقا بچه باید کار تفتیش کرد من رفتم خونه ارباب برو بابا تا زودتر بود منم میرم پس نوبت شما چی میشه اصل خان شما هم بریم فعلاً که عزاداری آدم تا چیزی رو درک نکنه هیچ وقت حرفشو نمیزنه درسته ولی ممکنه اون چیزی رو که درک کردین به ما بگین من حس میکنم که افتادن اتومبیل شوهرتون به ته دره تصادفی نبوده بلکه یه نفر تو این کار دست داشته جزئی تصادف چه چیزی میتونسته باشه خواهش میکنم این کلمات پوچ و بیاساس و جای دیگه تکرار نکنی ممکنه براتون دردسر ایجاد بکنه بیا اینجا بچه سلام سلام آقای سلام خانم سلام سلام خانم. خانم خیلی متشکرم بفرمایید بشینید متشکرم انشالله که بقای عمرش شما خیلی ممنونم آقا خدا آخر عاقبت همه رو به خیر کنه اینجور مردنا خیلی بده خدا نصیب گرگ بیابون نکنه آمین یا رب العالمین ایرج خان بله چی میگی؟ حتما تو هم میخوای منو تهدید کنی آره؟ نه میخواستم بپرسم این حرفا حقیقت داشت پس برای خنده بود؟ صبر کنید بله فرمایش اگه حقیقت داره ممکنه بگید دست کی تو کار بوده؟ نه جونم برای چی؟ برای اینکه میترسم برات باعث درد سر بشه برو جونم برو بعدا سر فرصت میفهمی دلم میخواد به شما کمک بکنم باشه هر وقت احتیاج به کمک داشتم خبرت میکنم راستی برای چی میخواستم بگید؟ روز حرکت پدرت کی اینجا بود؟ من و پروانه و خانم دیگه کی؟ اسدالله بود اسدالله بله اون روز از شب قبلش منزل ما بود از شب قبلش؟ بله ها متشکرم قربونتون خواهش میکنم خداحافظ مرمتی که
ایرج رو تو اثر گذاشته، اینطور نیست؟ بله ممکنه. بالاخره نتیجه مذاکرات چی شد؟ مذاکراتی نبود، فقط از من سوال کرد و منم جوابشو دادم. خب چی سوال کرد؟ فقط پرسید روز حرکت پدرت، غیر از شماها که اونجا بود؟ منم گفتم اسدالله. دست شما درد نکنه؟ بله درست گفتی، روز حرکت پدرت اسدالله اینجا بود، ولی این چه ربطی به موضوع داره؟ فعلا که معلوم نیست چه ربطی به موضوع داره، ولی اگه یه روز ارتباط پیدا کنه تا اونجایی که بتونم باهاش همکاری میکنم. بسیار خوبه. اگه واقعا دلیلی برای حرفاش داشته باشه منم حاضرم بهش کمک کنم. اون خوب فکر میکنه، هیچ وقت بی دلیل صحبت نمیکنه. با اون پسر دیوونه است، خودشم نمیفهمه چی میگه. تو که با سرعت 120 کیلومتر تو جاده چالوس باهاش کورس میذاری دیوونه ای یا اون؟ تو فقط بلدی با دو به هم زنی خودتو پیش همه جا بزنی. بس دیگه داوود، هیچ خوشم نمیاد اینقدر با هم بگو مگو بکنی. بود آقا چالوس، دو نفر دیگه مونده. بفرمید ایرج خان تکمیلی، بیا برو جونم قربون تو. الهی با امید تو. همونطور که گفتم با حواستون خیلی جمع باشه، میخوام یه گوشمالی حسابی بهش بدین که بفهمه یه من ماز چقدر سرکش کشه. یه حالا نیم تخت باشه عبدالله خواه. آقا شانو سوارشون بره. منسو خواه، خلاصه ما نفهمیدیم چرا وقتی که حیدربک خدا بیامرز تو دره پرد شده این اسدالله همش تو فکر و نقشه، اینقدر نقشه بکشه تا خسته شه. داشت شامن مسئله یه معروف که میگه تا مار صابوسوف نشه ها تو سلاخ نمیره، اصلا به من و تو چه مربوطه؟ تو خیت خودت باش. منصور خان بیا جلو، نوبت تو، بیا جلو دیگه همینجور دیگه. بادا خان همین حرکت میکنه. چالو سفاری. آقا چالوز میریم. بله بفرمایید. بفرمایید الان تکمیل میشه. آقا ما در بس میریم. راست میگی، من ببینم بس. بفرمایید هر ستون بفرمایید ردیف جلو بشینید. عجب خوش میگذره به ما تو این سفر. چه هی بیشتاب مونده.
با این اومدنت ما رو نصف العمر کرد. شانس آوردی نورد. همین دیوونه بازی است که باعث تصادف کشته شدن مردم میشه. آره باحال نه. پیاده شو یه چایی بخور. تو مریضی؟ دل و جگرت همین بود، رنگ رو باش، پاک بریده. آخه آدم حسابی تو جاده با درد مسافر که جای گردگیری نیست. تو که اینو میفهمی پس چرا هرچی بوغ میزدم نمیرفتی کنار؟ برای اینکه رامان من بود. خوشم میاد که از حرف با نمیمونی. من چیزایی دیگرش هم با نمیمونی. راستی؟ تا حالا ما تو رو خیلی دست با این گرفته بودیم. از این به بعد دست بالا بگیر. پنجریشو بگیرم. تا پنجریشو میگیره پیادشم یه خود شما رو به گردش می‌بردی. پدرم خیلی بهت علاقه داشت. منم همینطور. دلم می‌خواست میتونستم همه ی درد دلمو برات تو چی میگی خواهر؟ با کی حرف میزنی؟ ایرج که اینجا نیست. تو ایدا بود. چی شده خواهر جون؟ هیچ. پس چرا گریه می‌کنی؟ به بخت بدم گریه می‌کنم. بخت بد چیه؟ این حرفا کدومه؟ انسان هر چی بزرگتر میشه ناراحتیشم بیشتر میشه. تا وقتی پدرم زنده بود درای خوشبختی و امید به روی ما باز بود. زندگی به همون لبخند میزد. آرزوهای طلایی تو خوابم ما رو تنها نمیذاشت. ولی بعد از مرگش تمام درای سعادت و خوشبختی به روی ما بسته شدی. برادر زندگی بوی غم میده.
اگه بخوایم از حال خودمون رو تسلیم غم و غصه ها کنیم، هیچ وقت از زندگی روی خوش نمیبینیم. باید با زندگی مبارزه کرد. باید سعی کنیم باعث ناراحتیمون از سر رامون برداریم. به به، چه حرفای تازه تازه به گوشم میخوره. خب بازم بگی چرا ماتتون برده؟ صحبت کنی، من که غریبه نیستم. همش با طعنه و سرزنشه. سلام خانم. سلام، حالتون چطوره؟ متشکرم. مثل اینکه ایرج اومده. خب تازه چه خبر؟ خبر که فراوون خانم جون، همش هم تازه و دست اوله. پس منم تو جریان بذارین. اتفاقا به خاطر همینم مزاحمتون شدم. لطف فرمودین. البته این موضوع زیادم تازه نیست، چون نظیرش در سال گذشتم پیش اومد. ولی شوهر خدا بیامرزتون خوب نوک دماغ این پسره رو چید. پسره کیه؟ اسدالله رو میگم. ها؟ اسدالله؟ بفرمی. بله خانم جون، همین پسره دیوونه دیروز نزدیک بود با خولبازیاش ماشین من و خودشو با مسافرای بیچاره به تای دره پرت کنه. عجب، به چه مناسبت؟ برای اینکه میخواست از من جلو بزنه. شاید منظورش از این کار تولید درآمد بیشتری بوده، چون دیروز دخلش از همه شما زیادتر بود. گه، پس برای شما چند تومن اضافه دادن بیشتر از جون 12 نفر ارزش داره؟ نه، من اینقدران که شما فکر میکنیم پول پرست نیستم. اتفاقا این موضوع به ضرر شما بود، چون غیر از تلفات جانیش دوتا ماشین شما از بین میرن. درسته. پس من فکر میکنم آهسته رفتن بهتر از هیچ وقت نرفتنه. البته این موضوع هم به جای خودش جالبه، ولی من یه پیشنهادی دارم که عاقلانه ترین راه. خواهش میکنم بفرمایید. به نظر من شما سبقت و کورس گذاشتن تو جاده رو قدغن کنین، کمی هم به موز رانندهاتون اضافه کنین، موضوع کاملا حل میشه، چون هم درآمد بچه ها بیشتر شده و هم احتیاطشون. بد فکری نیست. اتفاقا در نظر داشتم یکی از همین شبا مجلس مهمونی به افتخار آشنایی راننده هم ترتیب بدم. بهتره که این موضوع هم اونجا به عنوان شیرینی آشناییمون به همه اعلام کنم. بسیار خوب، با اجازه. چطوره این مهمونی همین فردا شب باشه؟ چاش کنم، هر چی میل خودتون. بله، همه راننده ها رو فردا از طرف من دعوت کن به کاباره. چش، با اجازه. فردا شب همه آزادن، میتونن تا صبح خود. شو تا لاش خورا جمع نشدن بریم قاطی اونو برخصیم تو ببینی بعد چی میشه. بلند شو بپو جناب. الهی بر بپری بچه. داره برای ما یه جو آبرو نداشت، ما خیت و فیته بود کرده. پس ما با چی برخصیم آخه؟ ای خیلی ناراحتی، بیا با من برم. مگه آخر عمرمه یا از جونم سیر شدم که با تو برخصم؟ خیلی دلت بخواد، برو با بکاره. اخ جون، پیداش کردم، نگاه کن پیدا کردم. بیزار بوشن، عجب هیکلی داری. به نظرم هیچ کی جرات نکرده ازش اجازه رقص بگیره. کار کار خودمه. میخوایی برای خود بیا؟ نه خیلی. ببخشی آقا جوان، خیلی خوزی خواهم چه رفتی؟ ممکنه به من افتخار بدید با هم دیگه برقصیم؟ البته چونی وای خدا، به نظرم عوضی گرفتم. اتفاقا خیلی هم درست کردم. نجون شما عوضی گرفتم، خیلی باید شما اشتباه کردم. جون شما اشتباه کردم. کجا باید حتما با من برقصیم؟ چی رو برقصیم؟ آدمی مثل تو حتما باید رقص بلد.
نیومدیم که رقص برات باشیم. ما همش پشت ماشین بودیم و دنده عوض می‌کردیم. فردا شب بیا منزل من، کارت دارم. شیطونه میگه باشم همه بسات چون بودم به اما یادت نره، فردا شب منتظرتم. ببخشید، اجازه بید. خواهش میکنم، بفرمایید. حالا نوبت توی شیطونه حسود. باشو بیلم کن، بابز مشروبم یا به چی آخه؟ خب خانم، میخواستم خواهش کنم که حالا که شما ما رو دعوت کردین اقلا بدین یه برنامه ایرونی واسمون اجرا کنن. ناسلامتی ما هم دل داریم، ما هم راننده شماییم، خدا رو خوش نمیاد. یه فکری هم به حال ما بکنی. آره بابا اصغر آقا، تو چی میگفتی من اصلا رقص بلد نیستم؟ میخواستم سر به سرش بذارم. آره واقعا خیلی قربونه. آره خوبم. این چی چی بود؟ آره شما چی؟ قربون شما. بفرمایید. متشکرم. بفرمایید. داشت از خر ای تو بلد نیستی باش برقصی، من میرقصم قربون شما. خودم یادش میدم. Thank you.
هستن. بله خب بهشون بگو که ما اومدیم. یه دقیقه صبر کنیم. کیه؟ منم. خانم ایرج خان اومد. بگو بیان تو. بگم بیان تو. بله بیان تو دیگه. چشمم. سلام. سلام از من دست خانم. بفرمین بشینی. من بشینم آخه نداره. چرا میترسی؟ بگی بشین. بگیر تا بهت بگم. بخور به سلامتی خودت و خودم. آخه من نه. بخور. بخور دیگه لوس نشو. به سلامتی موشه جا. تفلکی چه جوون محجوب و خجالتی. ممکنه بفرمایین با من چیکار داشتی؟ البته که ممکنه. بیا جونم این گیلاسو بخور تا بهت بگم. نه من دیگه مشروب نمیخورم. کافی. جدن نمیخوری؟ جون من همین یه گیلاسو بخور. خواهش میکنم اینقدر اصرار نکنی. بخور دیگه. نه خانم جون نمیخورم. ایرج من به تو احتیاج دارم. منو ببوس. این حرفا شما قویه خانم. شما زیاد مشروب خوردین کنترلتون از دست دادین. منو ببوس ماچم کن. خواهش میکنم فلم کنی. پس کارتون همین بود؟ نه نمیذارم بری. تو باید اینجا پیش من بمونی. این حرفا چیه دارین میزنین خانم؟ من کارگر شما هستم. کارگر؟ نه تو اگه به خواستای من توجه داشته باشی همه چیز من مال تو میشه. دوستت دارم ایرج. سعی کنی این دوست داشتن رو فراموش کنی. این عشق هرگز به ثمر نمیرسه. چرا؟ شاید از اسدالله میترسی ها؟ اسدالله؟ نه خیر خانم. اگه قرار باشه از کسی بترسم اون خدای اسدالله است نه اسدالله. ایرج دوست داشتن که گناه نیست. ولی خانم عشق ناپاک داشتن گناهه. من کسی رو که باید باهاش زندگی کنم انتخاب کردم. ببخشینا شما ویل مطلی. تو در تصمیم و انتخاب آزادی. ولی اگه دلت میخواد زندگی آسوده و راحتی داشته باشی باید رضایت منو به دست بیاری. اوه عزیزم این شرم و خجالت نمیکشین؟ اوه کوچولوی پرمدعا کی به تو اجازه داد وارد اتاق من بشی ها؟ همون کسی که به شما اجازه داده تا این حد جسور و بی‌پروا باشی. کافیه دو برو بیرون. میرم ولی نه با اجازه شما. خیلی زبون درازی میکنی. گفتم برو بیرون. یلا نه خانم این کارو نکنی. آروم باش. باشه هر کاری که دلتون میخواد بکنی. بالاخره منم تو این دنیا خدایی دارم. شما کجا؟ خواهش میکنم بذاریم برم. نه به این زودی نه. بسته دیگه. درسته که شما مالک اتومبیل ماین و منم راننده شما. ولی مالک قلب من که نیستی. من از خواهشای بی جای شما متنفرم. خودتونم بهتر میدونین که من اونو از جونم هم بیشتر دوست دارم. صحیح؟ که اینطور؟ بفرمایید شما آزادی. هر جا که دلتون بخواد میتونید تشریف ببرید. صاحب تشریف باشید. سلام علیکم. سلام از بخوام. مخلص ایرج خانم هستیم. قربونه تو ما کوچیکه تیم. تو نمیری خیلی آقایی. چه کنیم دیگه؟ سلام علیکم ایرج خانم. سلام. با
باز چی شده؟ صبح اول صبحی برزخی؟ از دست شما. از دست من؟ آره دیگه، شما که میخواستی صبح همه دیرتر تشریف بیارین، خوب بود ماشین رو طوری میذاشتی که ما بتونیم رد شیم داشم. چشم، از این دفعه چشم. چشم.
شده. اگه نظر چو کار نبود چی شد؟ مثل اینکه بازم حالش به هم خورد. آره. باید دکتر خبر کنی. خیلی خوب. ببینم. سلام. سلام مریم خانم. دکتر خانم رو معاینه کرد؟ بله، میتونین تشریف ببرین تو. راحت باش. سلام علیکم. سلام آقا. همونطوری که قبلا گفته بودم شما باید کاملا آرامش خودتون رو حفظ کنید. عصبانی شدن برای شما خیلی خیلی خطرناکه. 9 تا قرص نوشتم، بعد از هر غذا یکی میل کنید. 2 تا آمپول که باید روزی یه دونه در عضله تزریق بشه. اون قرصایی هم که قبلا داده بودم موقع خواب بخورید حالتون خوب میشه. این دستور رو عمل کنید، هر وقتم احساس ناراحتی کردید فوراً به من تلفن بزنید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. مرسی آقای دکتر. فعلا خداحافظ. مرمت مرمت وزیرت. خب من الان برمیگردم. ایجاز بفرمایید. مثل این که تازگی های ناراحتی هایی داری که نمیخوایی به کسی بگی. اگه فضولی نباشه میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه برای ما درد دلتو بگی. شاید بازم همونطوری که یه وقت رو به دردت خوردیم بتونیم چاره غم و غصهاتو بکنیم. تو بهتر از هر کسی میدونی من چه رنجی میکشم. شاید بیشترش عذاب وجدان باشه. عذاب وجدان؟ ولی نه، یه مقدارش هم تازگی ها پیدا شده. آه که هیچ چیزو نمیشه از تو پنهان کرد. هرچی هم که نخواهی بگی بالاخره حاجید یه چیزایی سرش میشه. البته تقصیر شما نیست، کار دل. آه خواهش میکنم. نه نه، منظوری نشدم جون شما. نمیخواستم شما رو ناراحت کرده باشم، بلکه اومدم کمکت کنم. اومدم همون کاری رو که دل شما میخواد براتون انجام بدم. حسودیم هم نمیشه، فقط مقرری چرپتری برسه، بقیهشو بی خیالش باش. شیطون پول پرستی هستی. حیف. این همه ثروت و پولی که یه روزی برای به دست آوردنش از هیچ کاری رو گردون نبودم، الان به اندازه یه پرکاه در نظرم ارزش نداره. واقعا حیف. با اختیار داری خانم. اتفاقا همین پوله که همه کارا رو راست و ریس میکنه. ولی خوشبختی رو نمیشه با پول خرید. شما سر کیسه رو شل کن، اصل قضیه رو برای من بگو، بقیهش با حاجید. من فقط احتیاج به محبت ایرج دارم، ولی فایده نداره. اون به همین نسبت منو دوست نداره. با علاقه که بین اون و پروانه به وجود اومده دیگه تصاحب کردن اون برای من غیر ممکنه. غیر ممکن که چه عرض کنم؟ یعنی اگه پروانه خانمو از میون برداریم بازم غیر ممکنه. پروانه رو؟ یعنی چی کارش کنی؟ خیالت راحت باشه، کشتن مشتن تو کارش نیست، فقط از جلوی چشت میبریمش. کجا میبریش؟ چه جوری؟ اوناش دیگه با مخلصه، بالاخره یه جوری ترتیبشو میدم. اتفاقا این موضوع نه تنها به نفع شماست، بلکه به نفع چاکرت هم هست. حالا که موضوع به اینجا کشیده، به سلامتی. بعد نیست شما بدونین که پروانه خانم خیلی وقت تو قلب آجی جا گرفته. از اون بابت خیال تخت تخت باشه. ای حقه، تو شیطونو درس میدی. اختیار داری خانم، ما دنبال یه لقمه نونه. راستی نگفتین نظر پروانه به ایرج چیه؟ اونم از موقعی که به این موضوع پی برده جدی تر شده. پروانه ایرج از جون خودش بیشتر دوست داره. هر طور شده میخواد باهاش عروسی کنه. خب شما چه عکس العملی نشون دادی؟ هیچی، فقط انقدر میدونم که طاقت شنیدنشو ندارم. اشتباه شما همینجاست. شما که اینقدر کم طاقت نبودی. خیلی خوب، فکر اونجاشم کردم. فقط یادتون باشه که از این به بعد برخلاف گذشته باید باهاشون با مهربونی رفتار کنید و خودتونو با عروسی اونا موافق نشون. شما هنوز اینجا تشریف دارین؟ بله، در خدمت خانم بودم. محبت دارین. آخه شما همتون یه دفعه گذاشتین رفتین. من که رفته بودم نسخه‌شون رو بپیچن. پروانه خانم مثل که نیستن. بله، شونم رفتن بیرون. خب خانم، ما دیگه مرخص میشیم. یادتون نره به دستورای دکتر کاملا عمل کنید. خداحافظ. بله حتما. متشکرم. مرو ازیت. مرو ازیت. هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. اگه بیش از اینا سواجت کرد یه فکر دیگه ای کرد. چه فکری؟ حالا هیچ درم نمیخواد خودتو ناراحت کنی. اگه لازم شد بهت میگم. فعلا موقعی کرده شو تفریه. بیا بریم اینا. بریم.
شب چون تب بر جانت بنشینم، در دریای چشمت نقش افسون بینم، تا با تو گویم این راز پنهانم، سوزد دلم را دردی که میدانم. من کجا تو کجا، من کجا تو کجا، زیبای من این لبهای من دانی چه گوید، بوسه می جوید، قلبم آهنگی خوش می خواند، این دیوانه آخر کی داند. من کجا تو کجا، من کجا تو کجا، چون نرگس بر من میخندد، تارگی سویت اکنون پایم بر ره میبندد، چشمان مستت همچون نرگس بر من میخندد، تارگی سویت اکنون پایم بر ره میبندد. من کجا تو کجا، من کجا تو کجا، من کجا تو کجا، خوبی بود. به من که خیلی خوش بود. منم همینطور. بهتره دیگه زودتر برگردیم خونه، خیلی دیر شده. خب بریم. خدا زنده بذاره کرایه رو. سواش خب بچه من رفتم. خدا خدافز. سلام. سلام عزیزم، برو سوار شو بریم. برو شونه. دوست داری کمی با هم بریم بگردیم؟ بعدم نمیاد، موافق. مریم، مریم، بله خانم. ببینم داوود هنوز بر نگشته؟ نه خیر خانم، به نظرم امروز با نامزدشون میخواستم برن گردش. خیلی خوب. پروانه چی؟ اونم هنوز نیومده؟ چرا خانم جون، تو اتاقشونن، لباس عوض بگو بیاد، من کارش دارم. چشم. با من کار داشتی؟ اگه چند دقیقه پیش من بشینی، بله. خواهش میکنم، بفرمایید چی کارم داشتی؟ چیزی نیست، فقط میخواستم عروسی تو به تبریک بگم. عروسی؟ با چی؟ با همونی که دوستش داری؟ با ایرج؟ ایرج؟ ولی ما فقط با هم دوست هستیم. میدونم، ولی در آتیه خیلی نزدیک با هم ازدواج میکنیم. منظورتونو نمیفهمم، شما که همیشه راجع به ایرج منو سرزنش میکردین، نکنه دارین منو مسخره میکنین؟ نه دخترم، من هیچ وقت از روی تمسخر حرف نمیزنم، این عین حقیقته. تو با ایرج ازدواج میکنی. ولی شما همین دیروز بود که. درسته، میدونم چی میخوای بگی، میخوای حرفایی رو که بهت زدم دلیل بیاری، ولی حقیقت غیر از ایناست. فقط میخواستم بفهمم تا چه اندازه شما همدیگر رو دوست داری. حالا حس میکنم که تو ایرج برای هم ساخته شدین.
از این به بعد علاوه بر این که مخالفتی ندارم، هر نوع کمکی هم از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. متشکرم. تشکر لازم نیست دختر جون، این وظیفه منه. میتونی این خبر رو به ایرج هم بدی. چی میشنوم؟ باور کردنی نیست. پس شما به خاطر سعادت من خودتونو به مریضی زدیم. آن نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. امیدوارم که منو ببخشید. مهم نیست، سعادت من بستگی به خوشبختی شما ها داره. وقتی ایرج این خبر رو بشنوه خیلی خوشحال میشه. الان میرم هر طور شده پیداش میکنم و این خبر رو بهش میدم. برو عزیزم، برو. با ایرج خان صحبت کنم. والا ایرج خان الان اینجا نیست. راستش ماشینش خراب شده، رفته اون گاراژ بالایی درستش کنه. راست میگی؟ با اختیار داری خانم. دروغمون چیه؟ اگه کاری داری من بهش خبر بدم. نه، میخواستم ببینمش. نه، اگه ممکنه آدرس گاراژ بدین من خودم میرم پیشش. حالا اومدیم و ما آدرسو گفتیم. شما که تنهایی خوب نیست برین اونجا. عیبی نداری، هر طور باشه پیداش میکنم. این چه حرفیه خانم؟ وقتی ما اینجا هستیم و ماشینم اینجاست، درست نیست که شما خودتون تنهایی برید. از اون گذشته اگه خانم یا ایرج خان بفهمه خیلی از ما دلخور میشه، تازه با این همه سفارشی که امروز خانم به ما کرده. آخه نداره دیگه. تا شما بخواین حاضر بشین من خودم با ماشین دم در خونم. الان اومدم. الو الو احمد آقا تکمیلی بفرما. خیلی خب بابا الان میام. ایرج، ایرج خان رفیقت به نظرم ساب ماشین شده. خب بله دیگه، خدا شانس بده. تو رو خدا نگاه کن چه بادی هم کرده. داره اما سام میبینه. چرا نبینه؟ همین سبزی پاک کنها به درد خانم میخورم. حتما داره میره پیش طرف. قربون خدا برم تا اسمش آوردی هم مثل جن حاضر شد. این اینجا اومده چیکار؟ حتما دنباله اون. نه با سلام خانم. سلام ایرج. بله. یا بله خانم، امری داشتی؟ نه کاری نداشتم، فقط میخواستم بهت تبریک بگم. تبریک برای چی؟ مگه پروانه تلفنی بهت نگفت؟ نه، من امروز پروانه رو ندیدم. من با عروسیتون موافقت کردم. آه، از لطفتون متشکرم. خواهش میکنم، وقتی پروانه رو دیدی همه چیزو برات تعریف میکنم. باشه، خدافظ. قربان شما. مرحبا شما زیاد. خدافظ شما. چیه ایرج خان، چی شده؟ تو مثل این که ناراحتی. آره نمیدونم چرا دارم شعور میزنم. خوب برم یه سری به پروانه بزنم و برگردم. ته یه بحانه ای بالاخره روزی یه دفعه سر بهش میزنی. تا تو تکمیل بشی من رفتم و برگشتم. برو هواتو دارم. ساعتمو جا گذاشتم. شما بفرمایید بشینید، من الان براتون میارم. چکر.
من اومدم پلوی شما. پلو من؟ با کی؟ با اسدالله. با اسدالله؟ بله همین الان با ماشین اومد پروانه خانم رو سوار کرد که بیارتش پیش شما. زدم و دوزیدن. خواهش میکنم تا دیر نشده کمکم کنی. البته که کمک میکنم. پلیس همیشه در خدمت مردمه. شما به جای عجله بهتر توضیح بیشتری به ما بدید. هر سوالی لازمه بفرمایید تا عرض کنم. میدونید که اونو دوزیده؟ بله کاملا. رانندهی به نام اسدالله با یه اتومبیل بنز کرایه یه تهران چالوس. بسیار خوب، همین اندازه اطلاعات برای ما کافیه. شما فکر میکنید ممکنه از کدوم طرف رفته؟ به نظرم به طرف جاده اتوبان. متشکرم، شما خودتونم میتونید اونا رو تعقیب کنید تا پلیس راه به کمکتون برسه. خیلی متشکرم. اگه دختر عاقلی باشی سر و صدا را نمیندازی. اگه تو هم آدم عاقلی باشی دست به جنایت و تبهکاری نمیزنی. بهتره دست از این سماجت برداری و منو برگردونی به همون جایی که قرار بوده ببری. حالا موقع این حرفا نیست، بهتره ساکت بشینی و به هر چی که میگم گوش کنی، و الا بغل دستیت حسابتو میرسه. شدی دختر خوب. مکره این ناکس ها کتو بده شد. عرض کردم که به این سادگی هم نیست آقا. ساکن بی خیالش باش خانوم.
بیفته جلو. یلا یلا زودتر. ایشون نامزد من هستن. این دو نفر بودن که به خیال خودشون تصمیم داشتن منو بدوستن. از طرف خودم و نامزدم از محبت شما خیلی تشکر میکنم. شما بفرمایید با ماشین خودتون بیاین. تو هم برو ماشین اینا رو بیار. بدو هیلو تصویر و قیافه حق به جانبش منو فریب داد. ماشین رو برد سوارم کرد که منو ببره پهلوی ایرج. یه وقتی دیدم داره از شهر خارج میشه. خب بعد چی شد؟ اگه ایرج نبود و پلیس به موقع سر نمیرسید، الان معلوم نبود اون بیشرم پس فطرت چه بلایی سر من آورده بود. خدا رو شکر که هر دوتون سلامتی. نزدیک بود دختر و داماد عزیزم از دست برن. کار حق باز چه معامله کرده؟ فعلا در اختیار پلیسه. اونو خودشون از خجالتش در میه. خدای من باز راحتی قلبی پیدا کرد. مریم یه لیوان آب بیار. چشم پروانه شما هم مواظبش باشید تا با مرد دکتر خبر. برو. عجب که این تو؟ بله آقای دکتر، امروز خدا به پروانه خیلی رحم کرد. خانم اینقدر به این مردی که پس فطرت رو داد که تا این اندازه بقیه شد. باید علت اصلی رو پیدا کرد. باید فهمید این مرد چرا بیش از دیگران در زندگی این خانواده رسوخ کرده و به چه جهت اینطور وقیحانه نقشه رو بودن این دختر بیچاره رو کشیده و به مرحله اجرا در آورده. بله کاملا درست آقای دکتر. این پیش آمد باعث شد که من نسبت به اون تصادفی که سبب مرگ دوست صمیمی و قدیمیم حیدر بیگ شد مشکوک بشم. اتفاقا راجع به این موضوع من از روز اول مشکوک بودم. امیدوارم با کمک همدیگه بتونیم از این پس دلایل قانع کننده ای برای دادگاه جمع آوری کنیم. امیدوارم. چیزی که باعث شد شوهر رو بیچاره کشتم. چه فکر این طلایی که در سر می پروراندم ولی نتونستم ازش استفاده کنم. بله بس نیه رو بیه. باید ازش استفاده کرد. با این پولا به هر کجای دنیا که بخوام میتونم برم.
رو بهره برداری کنی. برای من معنی نداره. خیال و افکارم در هم بر همه، منو یه لحظه هم راحت نمیذاره. شما باید مسبب خیالات و استراب از میون بردارید تا آرامش خودتون رو حفظ کنید. مگه ممکنه؟ اگه میشد زمانو به عقب برگردونیم، امکان داشتیم کارو عملی بکنم. ولی دیگه دیر شده. وجدانم منو ملامت میکنه. ندای وجدان مثل خوره به جونم افتاده. ندای وجدان؟ مگه چه تقصیری از شما سرزده که دوچار سرزنش وجدان شدید؟ مگه خدایی نکرده مرتکب جنایتی شدید؟ جنایت؟ بله، بله، من باعث شدم که اون بیچاره از قید حیات خلاص بشه. اون بیچاره؟ منظورتون چیه؟ شاید حیدر بیگو میگید؟ بله، بله آقای دکتر، خوب حد زدین. شما منو بالاخره مثل یه بازپرس محاکمه کردین، از من اقرار گرفتین. ولی بهتره بدونین اگه کوچکترین عملی درباره دستگیری من بکنین، مجبور میشم درباره شما هم تصمیم تازه‌ای بگیرم. واقعا دنیای عجیبیه. آدم با این گوش کوچیک چه چیزای بزرگی میشنوه. نه خانم، مطمئن باشید هیچ عملی برای دستگیری شما از من سر نخواهد زد. متشکرم. پس حالا که این راز من فاش شد، بهتره تمام جریانو برای شما بگم تا شاید اشخاص دیگه هم با شنیدن این ماجرا درس عبرتی بگیرن. حتما شما اطلاع دارین که آشنایی من و حیدر بک از کجا شروع شد. بله، البته تا حدودی، نه کاملا. درست 4 سال پیش بود. یه شب وقتی که من تو کاباره مشغول آواز خوندن بودم، Oh, my God.
قلب خونی دانه که چه مرغ بی آبای در تنهایی اکنون ویران نه فروغ ماهی نه کسی همراهی به میان دشت هجر من چون تو خواهی خود سرگردان بد کردم بد کردم که اون مرد ثروتمند و پولداریه و من تونستم نظرش نسبت به خودم جلب کنم. بالاخره ما در اثر دیدارهای پی در پی یک شب در جشنی که در همون کاباره به افتخار من ترتیب دادیم. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. خیلی عالی. بی نظیر. متشکرم آقایون. خیلی عالی بود. ممنونم. او این داره که خسته میشین، اجازه بدین گل من بردارم. سلام. من از همون شب اول که شما رو دیدم با تمام وجودم عاشق شدین، اینطور نیست؟ بله، خوب حد زدی. خب بعدش چی؟ بازم مطلبی هست؟ بله، فقط موافقت شما. صحیح؟ اگه موافق باشین ما رسماً ازدواج میکنیم. جدی میگی؟ بله جدی میگم. بالاخره وسوسه های اصلا به خاطر ثروت فوق‌العاده‌ای که هی در بکداشت باعث شد که با ازدواجمون موافقت کردم و مراسم عقد بی سر و صدا در یکی از محضرها انجام شد. ولی وقتی وارد منزل اون شدم بریم تو همسر عزیزم. چه خونه قشنگی. آه قابل شما رو که نداره. بفرمایید، خواهش میکنم. خب خونه جدیدت اینجاست، امیدوارم که پسندیده باشی. آه خیلی عالیه، بشین. نه نه، امروز وظیفه منه که از شما پذیرایی کنم، چون هنوز به سوراخ سنبه های خونه خودت آشنا نیستی و بعد باید بچه هامو بهتون معرفی کنم. خب داوود، پروانه، بیان اینجا، کارتون دارم.
اومدم. گوشی دستت باشه؟ پاپا داره صدا میکنه، بیا بریم. گوش کن جونی، من یه دقیقه دیگه به تلفن میکنم. باشه، فعلا خدا حافظ. دوباره بهش تلفن میکنی؟ زود باش. بریم. بچه های مؤدب خیلی خوبی دارم. وقتی باشون آشنا بشی میفهمی که بی خودی ازشون تعریف نکرده بود. سلام. سلام. آه اومدن. بچه های خوب من پروانه، داوود. خوشبخت. لازم بود که مادرتون رو بهتون معرفی کنم. بشین دخترم. بشین متشکر. پسرم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خب از امروز همه کاره خونه و سرپرست بچه ها تو هستی. نگاه های اونا از همون اولین برخورد مشمئز کننده بود. اونا با نگاهاشون میخواستن به من بگن که تو وصلی ناجوری برای خانواده ما هستی. از اون روز به بعد حرکات و رفتار اونا همیشه منو سرزنش میکرد. راستش منم از اینکه اون یه پسر و یه دختر از زن سابقش داشت ناراحت میشدم، ولی چون زندگی پرزرق و برق و خیلی دوست داشتم، سعی میکردم وجود اونا رو حس نکنم. اگر راستشو بخواین، ازدواج من به خاطر ثروت حیدر بیک بود، نه خودش. کم کم این ناراحتی باعث عقده من شد، به طوری که تحمل خودشم برام غیر مقدور بود. تصمیم گرفتم به نحوی ثروتشو به چنگ بیارم، و اونم با بودن خودش امکان نداشت. بالاخره به کمک عبدالله اون حادثه شوم اتفاق افتاد. حیدر بیک بیچاره هیچ وقت تصور اینو نمیتونست بکنه. اون همیشه تو دنیای خودش سیر میکرد. صبحی که قرار بود حیدر بیک برای سرکشی به املاکش به چالوس بره، مخفیانه به دست دستالله اون خوک پول پرست تمام با در ترمز اتومبیل بی سر صدا به زندگیش خاتمه دادیم. از اون ساعت به بعد تا وقتی که خبر مرگ اون بدبخت تو روزنامه ها خوندم، دائما وحشت داشتم. ولی بعد از اون وقتی که آبا از آسیابا افتاد و کاملا مستقل و بی آقا بالا سر شدم، کم و بیش در اثر عذاب وجدان اعصابم از دست دادم و بی اراده برای سرگرمی به هر کاری که امکان داشت مشغول شدم. کم کم به همون کاباره‌ای که روزی در اونجا وسایل سرگرمی دیگران رو فراهم میکردم پام باز شد. اونا خیلی به من احترام میذاشتن. یه شب دیدم مدیر کاباره، همون کسی که اون وقتا با غرور و تکبر باهاش روبرو میشدم، چقدر چاپلوسی کرد. بله قربان، همه ما در خدمت گذاریم. دستور بفرمایید. خواهش میکنم. با مطابقت دلخواهتون عمل کنیم خانم. خانم از اینکه خیلی ناراحتیش. دستور بدید خانم. برای اینکه از قیافه منحوس اون مرد راحت بشم، کاباره رو خریدم. درست از فردای اون شب ضمن وقت گذروندن در اونجا مدیریت کاباره رو هم به عهده داشتم، ولی چند شب بعد این وظیفه رو به عبدالله محول کردم. با این حال در میون اون همه سرگرمی یه ناراحتی دیگه به وجود اومد. یه ناراحتی دیگه؟ بله. اون شبی که به افتخار راننده هام شب نشینی در کاباره ترتیب دادم، باعث شد که عاشق ایرج بشم، در حالی که میدونستم اون با پروانه از مدت‌ها قبل عهد و پیمان عروسی بستن و حیدر بکم در موقع زنده بودنش با این امر موافقت کرده بود. ولی اینا برای من دلیل نبود. هر طور بود اونو به عنوان کار به منزلم دعوت کردم، اما متاسفانه این کار نه تنها نتیجه نداشت، بلکه باعث تنفر اونام شد. بالاخره مجبور شدم بازم به کمک عبدالله نقشه دیگه برای رسیدن به مقصود ترک کنم، که متاسفانه اونم بی نتیجه موند. نه تنها بی نتیجه موند، بلکه باعث شد که مچتونم باز بشه. بله همینطوره. خب حالا که همه چیزو فهمیدین، پس معطل چی هستین؟ اگه من جای شما بودم همین الان پلیس خبر میکردم. ولی چی؟ ولی چون دوست قدیمی حیدر بیک هستیم، فکر میکنم به خاطر حفظ آبروی اونم که شده راه دیگه ای رو انتخاب میکنیم. مثلا چه راهی؟ ها، مثلا اینکه بدون مزاحمت بذارید من از اینجا برم. مثل اینکه موافقین. اینو به عنوان حق و سکوت به من میدید؟ نه اشتباه میکنی دکتر، اینو میدم که بعد از رفتن من به مصرف عروسی پروانه و ایرج برسه. عروسی پروانه و ایرج؟ بله. من خیلی چیزای دیگه هم برای اونا گذاشتم، املاک، مستقلات، کاباره، اتومبیل. شما خیلی لطف کردید. خداحافظ. پس شما برای جبران گذشته ها این کارو کردید؟ بله. هرطور که دلتون میخواد حساب کنید. ولی در نبودن شما ما چطور میتونیم جنایتکاری عبدالله رو ثابت کنیم؟ به نظر شما چه چیز میتونه دلیل باشه؟ یک اعتراف کتبی. اعتراف کتبی؟ بسیار خوب، یه برگ کاغذ بدیم تا بنویسم.
انتقام من از تو خواهد گرفت. حالا کجا بری سایه من و انتقام به دنبال توست؟ کاباره و همسر مرحوم حیدر بیک در جاده چالوس دست به خودکشی زد. عجب، خودکشی؟ خدافظ مریم جون. خب بچه ها دیگه ما یواش یواش مرخص میشیم. ایشالا مرخصر به دو خوش بگیرم. قربونت برم. یکی هم عاشق من میشد و من از این تنهایی نجات عجیل نگاه بکنی نکنی آره که یه عروسی میکنی با همین الان بگم داری بار بونه برم خدا هم بگم شما مفرد تو کرایه ما تو باشی سگری نده این که به صبح خندانه رو خشت